بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی دیشب احتمالا توی اخبار شنیدید که یحیی سموار به درجه رفیع شهادت رسید اون هم در حالی که تا آخرین لحظه مبارزه میکنه میخوایم یه مروری داشته باشیم بر این شخصیت و بگیم که چطور اسقاطیلی ها رو رسوا کرد و در برنامه بعدی درباره ادامه ماجرا یعنی مقاومت بعد از شهادت این فرمانده شجاع و این مغز متفکر به کدوم سمت و سو میره آیا بحث آتش بس جدی میشه و مقاومت تسلیم میشه یا این مسیر پرقدرت و با صلابت ادامه داره خب ایشون سال 1962 تو اردوگاه پناهندگان یونس به دنیا میاد و در منطقه رفح در قزه به شهادت میرسه آغاز فعالیت های ضد اشغالگری همزمان با سنین نوجوانی ورود به دانشگاه غزه در سال 1982 دستگیری چند باره تو اوایل دهه 80 میلادی به دلیل فعالیت های نظامی علیه اشغالگری سهیونیست ها پیوستن به حماس در سال 1987 یعنی ایشون به اندازه سن من تقریبا عضویت داشته در حماس دستگیری در سال 1988 و محکومیت به چهار بار حبس ابد 426 سال یادگیری زبان عبری در دوران زندان تحمل 23 سال زندان و آزادی در سال 2011 انتخاب به عنوان یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس در نوار غزه انتخاب به عنوان رهبر حماس در غزه در سال 2017 فرماندهی عملیات 11 روزه سیف القدس در سال 2021 که اگر توفیقی باشه عمری باشه درباره این عملیات صحبت خواهم کرد طراحی و اجرای عملیات طوفان الاقصا در هفته اکتبر 2023 و انتخاب به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس پس از ترور شهید اسماعیل هنیه اگر در یک جمله بخوایم ایشون رو توصیف بکنیم یحیی اسنوار در 29 اکتبر به دنیا میاد در 18 اکتبر از زندان آزاد میشه طوفان الاغصا رو در 7 اکتبر اجرا میکنه و 17 اکتبر در میدان نبرد به شهادت میرسه به قول یکی از دوستان ای ستاره درخشان اکتبر تو ناپدید نمیشوی همون حرفایی که درباره شهید اسماعیل هنیه می زدن که خودش فرزندانش خارج از کشور هستن و چیکار میکنن و زندگی های لاکچری دارن که بعدها معلوم شد فرزندان شهید اسماعیل هنیه در غزه بودن همونجا به شهادت رسیدن درباره شهید یحیی سنوار هم این حرفا مطرح بود حتی خاطرم هست یکی از این اشخاصی که دوربر لاریجانی و قالیباف و پزشکیان در نهایت میپلکید یعنی تو دوره انتخابات ابتدا طرفدار لاریجانی بود بعد شد طرفدار قالیباف و در نهایت شد طرفدار دکتر پزشکیان و به دکتر جلیلی حملات زیادی داشت همین چند وقت پیش بود که شهید یحیی سنوار رو متهم به جاسوسی کرد و بعد از اینکه دادسرایشون رو احضار کرد رفت و گفت که اشتباه کردم و اینها جبران میکنم الان اینها بیان پاسخ بدن این یحیی سنوار توی تونل ها زندگی میکرد یحیی سنواری که ارتش اسقاطیل با انتشار فیلم قبل از شهادت اومد تخریب کنه این شخصیت رو اما اتفاقا همون فیلم باعث عزت شهید یحیی سنوار شد فیلمش رو داخل تلگرام و ایتا گذاشتم که به دلیل قانون کپی یوتیوب اینجا نمیتونم منتشر کنم لینک شبکه‌های اجتماعیم زیر این ویدیو هست که حالا در ادامه توضیح میدم چطور شهید شد و ماجرای آخرین لحظات زندگی پرعزت و پرغرور شهید یحیی سموار چی بوده یحیی سموار چطور به شهادت میرسه این گزارش رسانه‌های اسقاطیلیه میگه نیروهای ارتش پنج جنگجوی حماس رو در حین انجام وظایف خودشون در رفح مشاهده میکنن بعد به تانکاشون دستور داده میشه که به روی این جنگجوها آتش بگیرن یعنی تانکا به سمت این پنج نفر شلیک بکنن همه رزمندگان جان باختند به جز یک نفر که یحیی سنوار بود یعنی یحیی سنوار رو تا آخرین لحظه اینها نتونستن شناسایی بکنن چندین سال خصوصا بعد از طوفان الاقصا دنبال این شخصیت برجسته بودن تا ترور بکنن و موفق نشدن ترورش بکنن در خلال یک جنگ و رویارویی با همدیگه با پنج نفر برخورد میکنن تانکاش شلیک میکنن چهار نفرشون به شهادت میرسن یه نفر زنده میمونه میگه همه رزمندگان جان باختند به جز یک نفر که یحیی سموار بود بعدا میفهمن یحیی سمواره بنابراین ارتش اسقاطیل یه موشک انفجاری شان پرتاب به ساختمانی که یحیی سموار اونجا بوده شلیک میکنن که باز هم به شهادت نمیرسه ایشون بعد از این ارتش رژیم سهیونیستی یه هواپیمای بدون سرنشین FPV رو به سمت یحیی سموار عزیز پرتاب میکنه که او ایستاده بود و چند سنگ جمع کرده بود و سعی کرد به پهباد ضربه بزنه سپس سرانجام بعد از بیش از 15 دقیقه یک تک تیرانداز ارتش اسقاطیل در حالی که یحیی سنوار از پوشش خارج شده بود به سر شلیک کرد و با پهباد درگیر شد این موضوع زخم گلوله‌ای که در تصاویر دیده میشه رو توضیح میده او تا انتها جنگید اگر به تصویر یحیی سنوار دقت بکنید جمجمه ایشون مشخصه یعنی ضربه جوری بوده که اون تکتیرانداز سر ایشون رو نشانه گرفته حتی توی فیلمی که ازش منتشر کردیم توی کانال مشخصه وقتی این کواد کوپتر میاد داخل تو طبقه دوم یه ساختمون نشسته روی یک مبل و وقتی که این کواد کوپتر بهش نزدیک میشه با یک چوبی که دستش هست تو دست چپشه دست راستش ظاهرا مجروح شده بوده بسته بوده که جلوگیری کنه از خونریزی بیشتر و اینکه ناتوانش نکنه با دست چپ حتی اون چوبی که تو دستش هست تا لحظه آخر مبارزه میکنه با دست چپ این چوب رو پرتاب میکنه به سمت کواد کوپتر یحیی سموار اینطور مبارزه میکنه نه در تونل بوده نه فراری بوده نه ترسی داشته یه کلیپی ازش هست درباره صحبت های امیرالمؤمنین صحبت میکنه میگه دنیا دو روزه یک روز که از مرگ رهایی پیدا میکنی منظورش اینه که عمرت به دنیا باقی و هیچ کس نمیتونه به تو آسیب بزنه و یک روز که روز مرگ توست و کل دنیا هم جمع میشن تو رو نمیتونه نجات بدن شاید اشاره به آیه 61 که سوره نحل باشه که میگه فعضا جا عجلهم لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون وقتی که عجل میرسه لحظه پس و پیش نمیشه اینکه که حضرت نوح پیغمبر اولو العزم بود ازرائیل اومد سراغش گفت فرصت تمامه حضرت موسا همینطور پیغمبر ما همینطور خدا به پیغمبر ما میگه میگه یا میبینی یا شهید میشی دیگه کشته میشی و خوش به سعادت اون کسی که دومی رو انتخاب میکنه شهادت رو و شهادت روزیش میشه حالا یحیی سنوار چطور اینها رو رسوا کرد اولا این فیلم آخری که اومد بیرون آخرین لحظات زندگی این شهید بزرگوار رو داره به تصویر میکشه مایه عزت یحیی سنوار و ذلت ها شد به خاطر اینکه تا آخرین لحظه ایستاده میجنگه در راه آرمانهای خودش دومین مسئله شروع طوفان الاقصا بود تا اون برهه عده زیادی از مردم جهان به خاطر پروپاگاندای رسانه‌ای فکر میکردن که حماس داره حمله میکنه به اسقاطیلی ها که اینها رو از وطنشون بیرون کنه در صورتی که اصل ماجرا برعکس اینه دیگه شما اگر تاریخ معاصر رو خونده باشید 70 80 سال گذشته رو خونده باشید در جریان وقایع فلسطین هستید خب یک عده اومدن سرزمین شما رو غصب کردن انواع ظلم ها انواع جنایت ها در حق شما دارن روا می دارن شما تصمیم گرفتی مقابلش بیستی یه زمانی با سنگ و چوب مقابل اینها ایستادی مقابل تانک های اسقاطیلی و یک زمانی به جای رسیدی که تو داری در غزه در تونل هایی که حفر کردی با همین تدابیری که شهید یحیی سنوار داشته اومدی اونجا داری خودت رو تسلیح میکنی راکت هایی رو در خود همون تونل ها داری میسازی و داری برای یک عملیات بزرگ آماده میشی علیه اسقاطیل جنایتکار که میخوای به دنیا معرفی کنی اگر 20 سال پیش بود مقاومت های مردم فلسطین در این چند رو بخوایم به تصویر بکشیم چیز خاصی وجود نداره یک تاریخ مکتوبی هست یک تاریخ شفایی هست میشه رفت پیدا کرد پیرمردها رو اوور جلو دوربین باشون مصاحبه کرد اما این جنایاتی که بعد از طوفان الاقصا توسط دوربین های حماس ضبط میشه این جنایاتی که در رفح در جنوب غزه رقم میخوره در سر تا سر غزه خونه ها رو ویران میکنن و فلسطینی ها رو آواره میکنن با بدترین وضع ممکن از این محله به اون محله همه اینها در تاریخ ثبت شده دنیا اینها رو دید بیداری جوونهای آمریکایی شلوغ شدن دانشگاههاشون از ژاپن از شرق عالم تا غرب عالم از شمال تا جنوب عالم همه جای دنیا صدای مظلومیت مردم قزغره رو شنید تصویر جنایت های اسقاطیل کودک رو دید ولو اینکه هیچ کاری نکنه ولو اینکه بزرگترین حمایتش فقط تجمعاتی در این دانشگاه و در اون خیابون و در اون محل باشه اما ورق رو به سمت محور مقاومت برگردوند برگ برنده الان دست مردم مظلوم فلسطینه اسقاطیلی که آبروی ندارن حتی اون آبروی نداشتهشون رو هم نتونستن حفظ بکنن و بیشتر مفتزه شدن این بزرگترین کاری بود که شاید یحیاسنوار کرد دیدم بعضی بیمار دلها میگن این طوفان الاقصا باعث شد که چل پنجا هزار انسان بیگناه شهید بشن و اسقاطیلیا جرأت و جسارت پیدا کنن که بتونن به مردم مظلوم دوباره تعدی بکنن اولا که این جنایت ها سال هاست در جریانه و اگر این پنجا هزار نفر زنده میموندن باز هم مورد خشونت قرار میگرفتن و توسط همین اسقاطیلی های کودک کش حال و روز زندگیشون به این روز می افتاد اینجا است زودتر از دنیا رفتن به شهادت رسیدن اما یک دنیا بیدار شد یک دنیا آگاه شد شاید آدما چند سباهی بیشتر زنده بمونن اما عاقبت به خیر نشن بعد از دنیا برن همین الان در اون سمت قضیه در کرانه باختری امثال محمود عباس ها زنده هستند امثال بن سلمان ها در سعودی زنده هستند که وقتی سید حسن نصر الله به شهادت میرسه یک عده کاربر سعودی خوشحالی میکنن و وقتی یحیی سنوار سنی مذهبم به شهادت میرسه باز هم خوشحالی میکنن در واقع یک اسلام آمریکایی یهودی رو در اونجا دارن پیش میبرن آیا زنده موندن مردم غزه دو روز بیشتر در این دنیا موندن و در نهایت شباهتشون به همین هایی که الان مثال زدم این بهتر بود یا شهادتی که عزتمندانه در راه دفاع از وطن نصیبشون شد یه چند سبایی هم بیشتر تو دنیا میموندن میشدن مثلا ابو مازن کسی که برای اینکه چهار روز بیشتر تو دنیا بمونه حالا یه پستی منصبی فلانی چیزی داشته باشه با اسقاطیلیا داره سازش میکنه او رو بذارید در یک کفه ترازو یحیی سنوار رو بذارید در یک کفه ترازو که تا آخرین لحظه میگه تسلیم شدنی وجود نداره کربلاست تا آخرم میسته جنگ هزینه داره؟ بله داره اما هزینه سازش بیشتر از جنگه هزینه سازش بیشتر از مقاومته مردم غزه این رو فهمیدن و مقاومت کردن در برابر ظلم و جنایات رژیم سهیونیستی و دنیا دیگه الان این رو میدونه بزرگترین درسی که نحوه شهادت یحیاسنوار به مردم دنیا داد این بود که شما در راه آرمانهات باید پیش قراول باشی اگر میخوای فرمانده باشی باید پیش قراول باشی خودت جلو حرکت بکنی نری پنهان بشی به بقیه نگی برید جلو من از پشت سر حواسم هست خودش باید طلایه‌دار باشه یه فرمانده شجاع که سالهای سال تدریس خواهد شد به یادگار موند این فیلم اون بچههایی که الان تو گهوارن اون بچههایی که 6 ماهشونه یه سالشونه دو سالشونه اینا 15 سال بعد فیلم های یحیی سنوار رو خواهند دید فیلم شجاعت فیلم رشادت فیلم مردانگی وسایلی که ازش پیدا شده رو برید ببینید درس داره اینا همش درس داره برای ما تا لحظه آخر میست مقابل دشمن تا بن دندان مسلح و این درس بزرگی است برای تمام آزادگان جهان سنوار الگوی بسیاری از نوجوانها و جوانهای فلسطینی خواهد شد ها از دل این تاریخ معاصر بیرون خواهد اومد شیرمردانی که این سرزمین رو نجات میدن و آباد خواهند کرد این وعده خداست حق پیروز باطل نابود شدنیه درست مثل تفاوت ربا و صدقات آیه 276 سوره بقره رو ببینید میگه یم الله الربا و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار نفیم خداوند ربا رو نابود میکنه صدقات رو افزایش میده و خداوند هیچ انسان ناسپاس گناهکاری رو دوست نمیدارد ظاهرش اینه که اون ربا گیرنده اون نزولخور پول زیادی داره میگیره دیگه هم اصل پولش رو میگیره هم سودش رو میگیره اما خدا میگه نابودش میکنه. به اد و عده اسقاطیلیه نگاه نکن به تجهیزاتی که تو دستشه نگاه نکن فریبت نده خدا وعده نابودی داده به باطل حق رو هم برکت میده مثل همون صدقات مثل کارهای نیک افزایش میده اگر یه یحیی در غزه بود ده ها یحیی میاد بیرون برنامه بعدی رو به هیچ عنوان از دست ندید حتما عضو کانال تلگرام و ایتا باشید یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون